سلام به دوستان عزیزم در کانال فارسی نت. خیلی ممنون که امروز ما رو انتخاب کردین. در ابتدا میخوام به دوستانی که تازه همراه ما شدن بگم که خواهشم ما رو سابسکرایب کنین و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب رو هم بزنید. در این ویدیو میخوایم باهاتون در مورد خواص منیزیم صحبت کنیم. پس همراه فارسینت باشین. از خواص منیزیم برای بدن چقدر اطلاعات دارید؟ منیزیم از مواد معدنی ضروری برای بدن است. بدن برای فعالیت‌هایش به مقدار نسبتاً بالایی منیزیم نیاز دارد. مصرف مقدار کافی منیزیم میتواند در پیشگیری از مشکلات استخوان، سلامت و قلب و عروق، دیابت و سایر فعالیت‌های بدن مؤثر باشد. منیزیم چهارمین ماده معدنی فراوان در بدن انسان است و نقش‌های مهمی را در سلامت مغز و بدن ایفا می‌کند. ممکن است حتی با داشتن رژیم غذایی سالم هم منیزیم کافی را دریافت نکنید. در ادامه این ویدیو با خواص منیزیم برای بدن بیشتر آشنا خواهیم شد. 1. تأثیرگذاری در سطح واکنش بیوشیمیایی در بدن. منیزیم ماده‌ای معدنی است که در زمین، دریا، گیاهان، حیوانات و انسان یافت می‌شود. در حدود 60% منیزیم بدنتان در استخوان‌ها یافت می‌شود. مابقی آن در عضلات بافت نرم و مایعاتی مانند خون وجود دارد. در واقع هر سلول بدنتان دارای منیزیم است و سلول‌ها برای انجام دادن اعمال خود به آن نیاز دارند. یکی از مهمترین نقش‌های منیزیم این است که در نقش کوفاکتور مولکول‌های کمک کننده در واکنش‌های بیوشیمیایی عمل می‌کنند و به طور مداوم توسط آنزیم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در واقع منیزیم در بیش از 600 واکنش بیوشیمیایی در بدن نقش دارد. از جمله واکنش‌هایی که می‌توان از آنها یاد برد: تولید انرژی، تشکیل پروتئین، نگهداری از ژن‌ها، حرکات عضلات، تنظیم دستگاه عصبی. متاسفانه بر اساس مطالعات 50% افراد در ایالات متحده و اروپا کمتر از مقدار توصیه شده منیزیم را دریافت می کنند. 2. بهبود عملکرد ورزش. از جمله خواص منیزیم برای بدن می توان از بهبود عملکرد ورزشی یاد کرد. بسته به نوع فعالیتتان در طول تمرین ورزشی نیاز بدنتان به منیزیم 10-20% بیشتر از زمان استراحت است. منیزیم به گردش قند خون در عضلات و دفع لاکتات کمک می کند. لاکتات می تواند در طول تمرین ورزشی در عضلات جمع و باعث ایجاد درد شود. بر اساس مطالعات مکمل‌های غذایی محتوی منیزیم می‌تواند عملکرد ورزشی ورزشکاران، افراد مسن و مبتلایان به بیماری‌های مزمن را بهبود ببخشند. در یک مطالعه پرش و حرکات بازوی بازیکنان والیبال که روزانه 250 میلی گرم منیزیم دریافت می‌کردند بهبود یافت. در مطالعه دیگر ورزشکاران سه رشته مختلف که از مکمل‌های منیزیم به مدت 4 هفته استفاده می‌کردند رکوردهای بهتری را در دویدن، رکابزنی و شنا کردن ثبت کردند. همچنین سطح انسولین و هورمون‌های استرس آنها کاهش یافت. با این حال نتایج مطالعات متناقض است. مطالعات زیادی نیست هیچ تأثیری را از مصرف مکمل‌های منیزیم در ورزشکارانی که سطح منیزیم در بدنشان پایین یا متوسط بود نشان نداد. 3. مبارزه با افسردگی. منیزیم نقش کلیدی در عملکرد مغز و خلق و خوی فرد ایفا می‌کند و مقادیر پایین آن می‌تواند موجب افزایش خطر افسردگی شود. بر اساس یک بررسی در مورد بیش از 8800 نفر مشاهده شد که افراد زیر 65 سال که کمترین مقدار دریافت منیزیم را داشتند 22% بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی قرار دارند. برخی متخصصان باور دارند که سطح پایین منیزیم در رژیم غذایی مدرن می تواند عامل افزایش افسردگی و بیماری های روانی باشد. با این حال دیگران تاکید دارند که این زمینه به تحقیقات بیشتری نیاز دارد. با وجود این، مصرف مکمل‌های منیزیم می‌تواند به کاهش علائم افسردگی کمک کند و در برخی موارد نتایج حاصل از آن بسیار چشمگیر است.
در یک کارآموزی تصادفی کنترل شده در افراد مسن، مصرف روزانه 450 میلی گرم منیزیم توانست به اندازه تاثیرگذاری داروهای ضد افسردگی و در بهبود خلق و خو عمل کند. 4. بهبود دیابت نوع 2. یکی دیگر از خواص منیزیم برای بدن کمک به بهبود دیابت نوع 2 است. مطالعات نشان دادند که 48% مبتلایان به دیابت نوع 2 سطح منیزیم پایینی در خونشان دارند. این امر میتواند در توانایی انسولین در کنترل سطح قند خون اختلال ایجاد کند. همچنین تحقیقات نشان دادند که افرادی که بدنشان منیزیم پایینی دریافت میکند بیشتر در خطر ابتلا به دیابت هستند. یک مطالعه در مورد بیش از 4000 نفر در طول 20 سال نشان داد افرادی که بیشترین سطح منیزیم را دریافت کردند 47% کمتر در خطر ابتلا به دیابت قرار دارند. بر اساس مطالعه دیگر، مصرف مقادیر بالای منیزیم در مبتلایان به دیابت نوع 2 توانست موجب بهبود چشمگیری در سطح قند خون و هموگلوبین افراد شود. با این حال، این تأثیرات به مقدار منیزیم دریافتی از غذاها نیز بستگی دارد. در یک مطالعه، مصرف مکمل‌های منیزیم نتوانست بر قند خون و سطح انسولین در افرادی که کمبود منیزیم نداشتند تأثیری بگذارد. 5. کاهش فشار خون. بر اساس مطالعات، مصرف منیزیم می‌تواند در کاهش فشار خون مؤثر باشد. در یک مطالعه، مصرف روزانه 450 میلی گرم منیزیم موجب کاهش چشمگیری در فشار خون سیستولی و دیاستولی افراد شد. البته ممکن است این فواید تنها به افرادی محدود شود که فشار خون بالا دارند. مطالعه دیگر نشان داد مصرف منیزیم می تواند به کاهش فشار خون در مبتلایان به فشار خون بالا کمک کند، اما بر افرادی با سطح طبیعی فشار خون تأثیری ندارد. 6. خاصیت ضد التهابی. پایین بودن دریافت منیزیم با بروز التهابات مزمن در ارتباط است. این التهابات از مهمترین عوامل مؤثر بر پیری، چاقی و بیماری‌های مزمن هستند. در یک مطالعه، کودکانی با کمترین سطح منیزیم در خون بیشترین سطح پروتئین‌های واکنشی سی را داشتند که از مهمترین شاخص‌های نشانگر التهابات است. همچنین آنها قند خون، انسولین و سطح تریگلیسیرید بالاتر نیز داشتند. مصرف مکمل‌های منیزیم می‌تواند سطح پروتئین‌های واکنشی سی و سایر شاخص‌های التهاب را در افراد مسن، چاق و مبتلایان به پیش دیابت کاهش دهد. مصرف غذاهای سرشار از منیزیم مانند ماهی‌های چرب، شکلات تلخ نیز می‌تواند به همین شکل در کاهش التهاب مؤثر باشد. 7. پیشگیری از میگرن. سردردهای میگرنی دردناک و ناتوان کننده هستند. این سردردها معمولاً با حالت تهوع، استفراغ و حساسیت به نور و صدا همراهند. برخی پژوهشگران به این باورند که افرادی که از میگرن رنج میبرند معمولاً بیشتر از دیگران دچار کمبود منیزیم هستند. مطالعات دلگرم کننده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد منیزیم می‌تواند در پیشگیری و حتی درمان میگرن مؤثر باشد. در یک مطالعه، مکمل محتوی 1 گرم منیزیم توانست سریع‌تر و مؤثرتر از یک درمان رایج حملات میگرنی حاد را تسکین دهد. علاوه بر این، غذاهای سرشار از منیزیم نیز می‌تواند به کاهش علائم میگرن کمک کند. 8. کاهش مقاومت به انسولین. مقاومت به انسولین یکی از دلایل اصلی بروز سندرم متابولیک و دیابت نوع 2 است. این بیماری‌ها به ایجاد اختلال در توانایی سلول‌های کبدی و عضلات در جذب مناسب قند خون از جریان خون همراه هستند. در این فرایند، منیزیم نقش اساسی بازی می‌کند. بسیاری از افراد مبتلا به سندرم متابولیک دچار کمبود منیزیم هستند. علاوه بر این، سطح بالای انسولین همراه با مقاومت به انسولین میتواند به اتلاف منیزیم از طریق دفع ادرار و همچنین کاهش آن در بدن منجر شود. خوشبختانه افزایش مصرف منیزیم میتواند در برطرف کردن این مشکلات مؤثر باشد. در یک مطالعه نشان داد که مصرف مکمل‌های منیزیم می‌تواند مقاومت به انسولین و سطح قند خون را کاهش دهد و حتی در افرادی با سطح قند خون طبیعی نیز این تأثیرات را به جای بگذارد. 9. بهبود علائم سندرم پیش از قاعدگی. سندرم پیش از قاعدگی در سن باروری یکی از رایج‌ترین اختلالات در میان زنان است. علائم آن شامل احتباس آب، گرفتگی شکم،
خستگی و تحریک پذیری است. جالب است بدانید که منیزیم در بهبود خلق و خو، کاهش احتباس آب و سایر علائم در این زنان مؤثر است. 10. سلامت استخوان. منیزیم برای تشکیل استخوان ضروری است. این ماده به جذب کلسیم توسط استخوان و فعال کردن ویتامین دی در کلیه ها کمک می کند. ویتامین دی نیز برای سلامت استخوان ضروری است. مصرف منیزیم به میزان مناسب بر افزایش تراکم استخوان، تشکیل استخوان و کاهش خطر پوکی استخوان در زنان یائسه تاثیرپذیر است. 11. جذب کلسیم. کلسیم و منیزیم برای کمک به سلامت استخوان و پیشگیری از پوکی استخوان ضروری است. بدون منیزیم، مصرف مقادیر بالای کلسیم میتواند موجب افزایش آهکی شدن در سرخرگ‌ها، بیماری‌های قلبی عروقی و بروز سنگ کلیه شود. کسانی که مکمل کلسیم مصرف می‌کنند باید مقدار کافی منیزیم مصرف کنند تا مشکلات ناشی از مصرف زیاد کلسیم بروز ندهد. 12. کاهش استراب. کاهش استراب از جمله خواص منیزیم برای بدن است. کاهش سطح منیزیم یا تغییر در نحوه پردازش آن می‌تواند موجب افزایش استراب شود. به نظر می‌رسد منیزیم با عملکرد محور هیپوتالاموس، هیپنوتیزم، آدرنال در ارتباط باشد. مجموعه فعالیت این سه غده در پاسخ فرد به استرس مؤثر است. همچنین پژوهش‌ها نشان دادند که یک رژیم غذایی با منیزیم پایین می‌تواند موجب تغییر باکتری‌های دستگاه گوارش شود و این امر بر رفتارهای مرتبط با استراب تأثیر می‌گذارد. 13. سلامت قلب. یکی دیگر از خواص منیزیم برای بدن کمک به سلامت قلب است. منیزیم برای حفظ سلامت عضلات از جمله عضلات قلب و انتقال سیگنال‌های الکتریکی در بدن ضروری است. مصرف مقادیر کافی منیزیم می‌تواند خطر تسلب شریان و فشار خون بالا را کاهش دهد. بیمارانی که پس از حمله قلبی زود منیزیم دریافت می‌کنند، خطر مرگ در آنها کاهش می‌یابد. گاهی به عنوان بخشی از درمان نارسایی قلبی و برای کاهش خطر آرتمی از منیزیم استفاده می شود. مصرف روزانه 365 میلی گرم منیزیم می تواند موجب بهبود وضعیت چربی خون شود. مؤسسه ملی سلامت آمریکا می گوید مقادیر بالاتر منیزیم در خون می تواند خطر بیماری قلب عروقی را کاهش دهد. همچنین آنها اعلام کردند مقادیر بالاتر منیزیم می تواند خطر سکته مغزی را کاهش دهد. برخی از مواد غذایی که دارای منیزیم هستند عبارتند از تخم آفتابگردان، بادام، کنجد، اسفناج، بادام هندی، شیر سویا، لوبیا سیاه، بلغور، جوی دوسر، کلم بروکلی، کره بادام زمینی، میگوی خام، لوبیای چشم بلبلی، برنج قهوه‌ای، لوبیا قرمز، شیر کامل گاو، موز، نان سبوسدار. آیا باید از مکمل‌های منیزیم استفاده کنیم؟ مکمل‌های منیزیم به راحتی در دسترس هستند، اما بهتر از منیزیم مورد نیازتان را از طریق غذاها دریافت کنید، زیرا زمانی که مواد مغذی با هم ترکیب شوند بهتر عمل می‌کنند. بسیاری از ویتامین‌ها، مواد معدنی و فیتونوترینیت‌ها خاصیت هم افزایی دارند، به این معنا که مصرف آنها با یکدیگر در مقایسه با مصرف جداگانه‌شان خواص بیشتری دارد. در نهایت بهتر است با داشتن یک رژیم غذایی سالم و متوازن منیزیم مورد نیازتان را دریافت کنید. در صورتی که به این شکل نتوانستید منیزیم مورد نظرتان را دریافت کنید، می توانید با هماهنگی با پزشک از مکمل‌های منیزیم استفاده کنید. امیدوارم این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه. لطفاً با نظرها و کامنتاتون به ما انرژی بدین. شب و روزتون خوش.